ایران در آینه جهان. مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا: ایران شهروندان خود را مرعوب می‌کند و آمریکایی‌ها را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهد. دادن میلیاردها دلار به ایران تنها آنها را جریتر می‌کند که دست به رفتار شرورانه بزنند. عفو بین‌الملل ایران. عفو بین‌الملل ایران درباره آزار و اذیت مقامات ایرانی برای خانواده معترض شکنجه شده مجید کاظمی که آنها به طور خودسرانه در تاریخ 19 می اعدام کردند هشدار داده است. مقامات برادران او مهدی کاظمی و حسین کاظمی را پس از اعدام او در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دادند. با توجه به بحران مسئولیت از مجازات در ایران، ما از همه کشورها می‌خواهیم تا صلاحیت قضایی جهانی را روی مقامات ایرانی که شواهد قابل قبول کافی مبنی بر مسئولیت کیفری ناپدیدسازی اجباری و سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی علیه آنها وجود دارد اعمال کنند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل: من به شدت نگران همکاری نظامی فزاینده بین روسیه و ایران هستم که همچنان پیشبرد جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین را امکان پذیر می کند. صبح امروز آمریکا اطلاعات بیشتری را منتشر کرد که نشان می دهد چگونه ایران صدها پهپاد تهاجمی انتحاری و همچنین تجهیزات مربوط به تولید پهپاد را در اختیار روسیه قرار داده است. روسیه در هفته های اخیر از این پهپادها برای حمله به کییف، تخریب زیرساخت های اوکراین و کشتن و ارعاب غیرنظامیان اوکراینی استفاده کرده است. اقدامات روسیه و ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را که همه کشورها از جمله اعضای دائم شورای امنیت از انتقال این نوع تسلیحات از ایران منع می‌کند، نقض می‌کند.